الان من دو سه تا نکته راجع به این وصایای امام و این مزخرفاتی که این خمینی لجن گفته رو من الان براتون میخونم. ببینید این موجود چقدر مریض بوده و ببینید این موجودات چقدر بیشرفن که این چیزها رو تو مغز دانشجوها و بچه های مردم میکنن. الان من دو تا سه تاش رو میخونم براتون، فقط ببینید چه وضعیت خرابی داشته این پیر مرده بیشرف. نوشته که یک فرد میتواند شهوت جنسی خود را حتی با یک طفل فرو بنشاند، هرچند که نمیبایست عمل دخول صورت گیرد، ولی سایر موارد حلال است که این امر از طرف شریعت اجازه داده شده. اگر فردی عمل دخول را انجام دهد و به آن بچه آسیبی وارد کند، مسئول و مدیون اعاشه زندگی آن بچه خواهد بود. نوشته در جای دیگر این چنین آمده که هر پدری که دختر خود را در حالی که بسیار جوان است، یعنی قبل از دوره قاعدگی، شوهر دهد، یک جایگاه ابدی در بهشت خواهد داشت. خمینی، تحریرالوسیله، جلد 4، دارالعلم قم، سال 1369. و یک مسئله دیگه، یه جای دیگه اومده بود که میگفت میتونن با حیوانات هم حتی چیز کنن. در جای دیگه چنین آمده است که یک فرد میتواند با حیوانات از قبیل گوسفند، گاو، میش و شتر عمل نزدیکی انجام دهد، هرچند که وی میبایست پس از آن که این عمل را انجام داد و به اوج لذت رسید آن حیوان را بکشد. اما در مقابل این مطلب چنین بیان شده است که در صورت وعده نباید گوشت آن حیوان را در همان روستا بفروشد، اگرچه فروختن گوشت آن به روستای محل دیگر مناسب است. خمینی، تحریر الوسیله، جلد 4، دارالعلم قم و بقیه داستان. شما فقط ببینید این مرد بیشرف چقدر بیمار بوده و این اسلامی بوده دیگه. مثلا ما نمیتونیم بیایم بگیم که خمینی اسلامو نمیفهمیده. این رفته گشته پیدا کرده، تونسته اینا رو با هم دیگه تطابق بده، بگه آره آره مثلا همچین چیزی جریان داشته، میشه انجام بده. بعد شما این موجودات میان بالا و مشخصه که هیچی براشون مهم نیست. وقتی که این مزخرفاتو هر روز میره سر کلاس به بچه‌های مردم درس میده، مسلمه یک موجود کثیفه.